بسم الله الرحمن الرحیم، امید سلامت و سرحال باشید. خوب، در درس گذشته ما راجع به نورمال الکتروکاردیوگرام به شکل مفصل بحث کردم که نورمال الکتروکاردیوگرام چی مانه. ما در چند دقیقه خیلی کوتاه درس گذشته را مرور میکنم، به خصوص همی الکتروکاردیوگرام چی مانه، و بعدا درس گذشته را ما به درس امروز لینک میتم. خب، در درس گذشته من گفتم که تمام حجرات قلبی به صفحه دیپولاریزیشن و ریپولاریزیشن میره. به چی مانا؟ یعنی چارج های مثبت داخل و چارج های مثبت که هنگام دوباره خارج میشه، این حجره را به دیپولاریزیشن و ریپولاریزیشن میبره، که اینا را ما مکانیزمش را به شکل مفصل گفتیم. مثلا یک اسینود است، در اسینود هنگامی که سودیم داخل میشه به این شکل ترشول را تچ میکنه، تی پی را. هنگامی که ترشول تچ میشه، کلسیم چینل های کلسیمی که در مقابل ولتیج سنسیتیو هستن، کلسیم ولتیج سنسیتیو چینل ها، اینها چی میشن؟ باز میشن. و هنگامی که باز شدن، چارج های مثبت داخل حجره میشه و حجره دیپولاریز میشه، یعنی چارج منفی خود را از دست میده. چون در حالت نرمال تمام حجرات در حالت منفی قرار دارن. و بعد پتاسیم چی میشه؟ خارج میشه به این شکل و حجره میره به دیپولاریزیشن و ریپولاریزیشن. بعد از این حجره چارج های مثبت چی میشه؟ به یه حجره دیگه میره. و حجره دیگه مثلا اگه یک حجره مایکاردیم باشه، از ونتریکل باشه، این حجره هم به همین شکل چارج مثبت میایه، این چارج مثبت است، به این شکل ترشولد را تچ میکنه، تی پی را. بعد سودیم ولتیج گیتد چینل چی میشه؟ باز میشه. راستی اینجا پلاتیو است، دوباره در این قسمت کمک پتاسیم خارج میشه، بعد صفحه پلاتیو به وجود میاد که اینا را شما میفهمین که چرا. و بعد دوباره حجره ریپولاریزیشن میشه. یعنی ما چی میگم؟ چارج مثبت داخل، بعد پس خارج، بعد داخل، بعد خارج، بعد داخل، بعد خارج، داخل، خارج، داخل، خارج. یعنی یک قسمت غشا دیپولاریز میشه، بعد این قسمت که ریپولاریز شده، این قسمت دیگه دیپولاریز میشه. دیپولاریز و ریپولاریزیشن صورت میگیره، کیره میگن اکشن پتانسیل. و ما گفتم اینها، این خارج شدن چارج، داخل شدن و خارج شدن چارج، یا قوه الکتروموتیو فورس را به وجود میاره، که الکتروموتیو فورس باعث ایجاد الکتریکال کرنت یا جریان برقی میشه. و این جریان برقی که در قلب وجود آمد، خیلی خوب به تمام سطح بدن انتقال پیدا میکنه. چرا؟ چون بدن ما خیلی خوب یک انتقال دهنده برق است. پس هرگاه ما بتانیم توسط یک وسیله اینمی اکشن پتانسیل حجرات قلبی را، اینمی داخل شدن و خارج شدن چارج های مثبت و منفی در قلب، خصوص چارج های مثبت داخل و خارج، یعنی همی داخل شدن و خارج شدن چارج های مثبت را ما بتوانیم که از روی سطح بدن توسط یک وسیله ریکارد کنیم، این را میگن الکتروکاردیوگرام. خوبی بود الکتروکاردیوگرام. باز ما گفتم هنگامی که در اینجا که یک خیلی توسط یک ماشین ساده را ما گرفتم که او گلوانومتر بود یا ولتمتر، یعنی گلوانومتر در روی یک قسمت مثبت و یک قسمت منفی. قسمت مثبت ای را مثلا من اینجا رسم میکنم و قسمت منفی این گلوانومتر را من در اینجا رسم میکنم. حال شما ببینین اسینود فایر میکنه، اسینود هنگامی که فایر میکنه، حجراتی که به اسینود نزدیک است اول او دیپولاریز میشه، بعد دیگه حجرات، بالاخره تمام اوزینات چی میشه؟ دیپولاریز میشه. به این شکل تمام موزینات دیپولاریز میشه و ریپولاریز میشه. همین که موزینات دیپولاریز میشه، اینها یک قوه ایجاد میکنه. قوه را ما توسط چی نشان میدیم؟ توسط وکتور. و اگر وکتور ایره ما در مجید بازارها وکتور
به وجود میام و من یک وکتور عمومی اگر اینا رو جمع کنم و یک وکتور عمومی بسازم، این وکتور به این شکل است، به این شکل. خب من گفتم قانون گلوانومتری است که اگر چارج مثبت، جهت وکتور برای ما نشان میده که چارج مثبت به کدام طرف در حرکت است. خب ما گفتم که اگر چارج مثبت به طرف چارج مثبت در حرکت باشه، این چی میشه؟ دیفلکشن سوزن یا یعنی انکسار سوزن به طرف مثبت میشه و تحت یک کاغذ تیر میشه، سوزن به شکل بالا میره و بالاخره برای ما یک موجه چی رو رسم میکنه؟ یک موجه مثبت به ایشالکی رو ما گفتم پی وی وی است و پی وی وی یا موجه پی از باعث دیپولاریزیشن و زینات به وجود میاد. بعد چون ازینوت حجراتش خیلی کوچک است، خود ازینوت هم کوچک است، حجراتش هم خیلی کوچک است، تعدادش زیاد است، تعداد غشاها زیاد است، رستینگ میمبران پتانسیل در این کم است، بنابر همین دلایل در اینجا هنگامی که دیپولاریزیشن میگذره خیلی سرعتش پایین است و این گلوانومتر نمیتونه که سرعت را حس کنه. هنگامی که نتونست حس کنه یک خط مستقیم رسم میکنه، چون ما گفته بودم که این دو الکترود گلوانومتر، این دو دانه را که شما میبینید، این بین دو نقطه تفاوت پتانسیل را برای ما نشان میده. اگر تفاوت پتانسیل بود موجه رسم میشه، اگر تفاوت پتانسیل نبود کدام موجه رسم نمیشه. پس اینجا کدام تفاوت پتانسیل نیست، یعنی این نمیتونه حس. پس یک خط مستقیم رسم میشه. بعد دیپولاریزیشن می به کجا؟ به بندل آف هیس و توسط لب بندل برانچ چی میشه؟ اول توسط لب بندل برانچ قسمت انترونتریکولر سپتوم جدار بین بطینی چی میشه؟ دیپولاریز میشه و یکی هنگام دیپولاریز میشه به این شکل یک وکتور را برای ما میده، یک وکتور و این وکتور چارج مثبت است، چارج مثبت به طرف منفی در حرکت است. من گفته بودم که چارج های مختلف نه که با یک با جهت یک دیگر در حرکت باشند، باعث چی میشه؟ باعث نمیشه که سوزن به طرف منفی دیپلیکیشن یا انکسار کنه. پس در اینجا چون پرکنج فایبر حجراتش بزرگ است، دیامترش بزرگ است، غشاها کم است، ای برق را، ای جریان برقی را یا اینمی دیپولاریزیشن و ریپولاریزیشن را خیلی به سرعت چی میکنه؟ انتقال میده. پس اینجا یک موجه خیلی به سرعت با وجود میاد به این شکل، دارای نوک تیزکیری میگن کیو ویو. و کیو ویو چی است؟ از باعث دیپولاریزیشن انترونتریکولر سپتوم است. بعد ای بزرگترین قسمت ونتریکل ها اپکس ونتریکل هاست، ای چی است؟ اپکس یا ذروه انتریکل هاست. ای چی میشه؟ ای دیپولاریز میشه و اینجا خیلی وکتور ها با وجود میاد به این شکل، به این شکل، به این شکل وکتورها با وجود هزارها وکتورها. چون لفت ونتریکل چی است؟ دبل است، تک است و غشای ای خیلی تک است. چون پس یعنی قوه وکتورها در اینجا چی است؟ قوی است نسبت به رایت ونتریکل. اگر مجموع وکتورهای ای را ما بگیرم، یک وکتور خیلی بزرگ به این شکل بر ما میاد که این وکتور جهت تقریبا به سمت چپ است. به کجاست؟ به سمت چپ. خب این وکتور خیلی سرعت زیاد است، طولی وکتور هم زیاد است، طولی وکتور بر ما قوه وکتور را نشان میده. پس اینجا یک چی به وجود میاد؟ یک موجه دیگه به این شکل خیلی سریع پس پایین میشه به نام آر، آر ویو. آر ویو چی است؟ از باعث دیپولاریزیشن ونتریکل ها به وجود آمد. بعدی دیپولاریزیشن کجا میره؟ به قسمت بیز میره و این قسمت بیز ونتریکل ها چی میشه؟ دیپولاریزیشن میشه قسمت بیز و یک موجه مثبت در منفی در حرکت است، یک موجه منفی دیگر بر ما میده به نام اس ویو. خب حال تمام ونتریکل چی شد؟ اس ویو شد. خب حال تمام ونتریکل ها دیپولاریز، تمامش دارای، تمام حجرات ونتریکل داخل دارای چارج مثبت است. هنگامی که تمام ونتریکل دیپولاریز میشه، این دو دانه الکترود انمی گلوانومتر کدام تغییرات پتانسیل را حس نمیتونه. هنگامی که حس نکرد، یک خط مستقیم رسم میشه، به این شکل خط مستقیم برای ما رسم میکنه. بعدی که دیپولاریزیشن خلاص شد، از طرف خارج ریپولاریزیشن چی میشه؟
شروع میشه، چارج های منفی از طرف خارج. چرا از طرف داخل شروع نمیشه؟ چون در این وقت داخل در هنگام سیستول است، داخل ونتریکل ها و جریان خون به داخل کم است. خب منفی به طرف منفی در حرکت سی شکل یک وکتور است. خب به این شکل یک وکتور رسم میشه، چارج منفی به طرف منفی در حرکت است و یک موج مثبت دیگر بر ما میت به نام تی وکسری سر ما به شکل مفصل بحث کردیم و درباره ریپل رادیشن اتریوم گفته بودم که ریپل رادیشن اتریوم تقریبا 0.1 سکند بعد از دیپل رادیشن اتریوم صورت میگیره و ای وینوت که است ای هم 0.1 سکند برق را در خود میگیره، نمی جریان برقی را. همی که ریپل رادیشن اتریوم شروع میشه در همی وقت ایوینود برق را به چی میتا؟ به بندل آف هز میتا و QRS کامپلکس صورت میگیره. QRS رئیسی موجه را به نام QRS کامپلکس یاد میکنه، QRS کامپلکس صورت میگیره و ای موجه اتریال ریپل رادیشن چی میشه؟ در ای QRS کامپلکس پنهان میشه و بعد این خط مستقیم دیگه بعد تی تا فایر دیگه. سگمنت های شما گفتم که سگمنت چی از خطوط مستقیم هستن، از ختم پی تا به شروع کیو ایره میگن، چون اینجا موجه کیو باید ایره بگن پی کیو سگمنت، ولی در اکثریت حالات موجه کیو وجود نمی داشته باشه، پس ایره میگن پی آر سگمنت. از شروع ختم اس از اینجا تا به شروع تی این سگمنت خط مستقیم که از باعث کامپلیتلی دیپولاریزیشن ونتریکل ها به وجود آمده ایره میگن اس تی سگمنت. دو دانه انتروال مهم داریم، البته سه دانه، خود دو دانه، اینی از شروع پی تا به شروع کیو که اینجا باز هم آر را میگیریم، ایره به نام پی آر انتروال یاد می. انتروال چیست؟ موجه ها جمع خط مستقیم. چرا پی کیو انتروال نمیگه؟ به خاطر که در بعض حالات موجه کیو وجود نمی داشته باشه، اینا میگن پی آر انتروال. و پی آر انتروال بر ما صفحه سیستول و دیاستول چی را نشان میده؟ اتریوم یا زینات. بعد اینا صفحه چی شروع میشه؟ بعد صفحه سیستول و دیاستول ونتریکل ها شروع میشه. از شروع کیو از اینجا از شروع کیو تا به ختم تی ایره میگن کیو تی انتروال، که در کیو تی انتروال بر ما صفحه سیستول و دیاستول ونتریکل ها را بر ما چی میکنه؟ نشان میده. خب یک لحظه. خب حال شما ببینین، خب ای لید است. لید چی است؟ گپ اول، الکترود ها جمع وایر ها، اینمی وایر های گلوانومتر یا از ای سی جی، ایره میگن لید. ایره چی میگن؟ ایره میگن لید. یک لید دارای دو قطب می باشه، یک قطب مثبت و یک قطب منفی. اگر هر دو قطبی در بدن ما وجود داشت، یعنی خود به مثبت ایره در یک قسمت بدن خود بند کردیم و خود به منفی ایره در دیگر قسمت بدن خود، این و لید را میگن بایپولر لید. بایپولر یعنی دارای دو قطب است. خب حال ببینید شما، این یک بایپولر لید است که ما توسط این چی را رسم کردیم؟ موجه نرمال کیو، نمی موجه نرمال ای سی جی را. حال شما ببینید ای لید از کدام سمت قلب را میبینه؟ ای لید از سمت پایین. چشم لید، همیشه یادتان باشه، چشم لید قسمت مثبت لید است، الکترود مثبت لید است. یعنی الکترود مثبت لید را به نام اکسپلورینگ الکترود نیز یاد میکنه. به نام چی؟ اکسپلورینگ الکترود. و قسمت منفی را به نام ریفرنس الکترود نیز یاد میکنه. یعنی یک مثبت میبینه که آیا چارج مثبت به طرف مضر حرکت است یا از ما دور میره. پس به شکل چشم، به شکل پایگردی عمل میکنه، یعنی میبینه که کدام طرف این موجه یا کدام طرف دیپولاریزیشن و ریپولاریزیشن روان است یا در حرکت است. خب در این لید شما ببینید، این یک لید است، خود دارای دو قطب است، بایپولر لید است، قطب مثبت و قطب منفی. این قلب را از کدام سمت میبینه؟ از سمت پایین. از کدام سمت؟
سمت از انفریور ساید. خب حال بی بی، اگر این قلب در قسمت بالای خود مشکل داشت، مثلا من به این شکل به طرف یک شخص روان باشم، هنگامی که این شخص مرا میبینه، کدام طرف مرا میبینه؟ این روبروی مرا میبینه. اگر ما در قسمت دست راست خود کدام مشکل داشتم، یا در قسمت دست چپ خود مشکل داشتم، یا در قسمت خلف خود کدام مشکل داشتم، آیا این شخص مشکل مرا دیده میتونه؟ نه. پس ببینین این لید هم همی شکل است. خو این هنگامی که از طرف سفلی بر قلب میبینه، فقط همو قسمت ذروه قلب یا قسمت های سفلی قلب را میبینه. این نمیتونه قسمت پوستریور یعنی خلف قلب را، قسمت علوی قلب را، راست و چپ قلب را چی کنه؟ ببینه. پس از این خاطر علما میاین و اینها لیدهای مختلف را جای به جای میکنن در اطراف قلب. چرا؟ چون اینها بتوانند قسمت های مختلف قلب را در عین وقت ببینن، در عین وقت قسمت های مختلف قلب را ببینن. پس ببین هنگامی که ویکتور در حرکت باشه، این هم از قسمت سفلی دیده میشه، هم از قسمت راست، هم از قسمت چپ، هم از قسمت علوی. ولی حال موجه هایی که توسط لیدهای مختلف رسم میشن، اینها چی هستن؟ اینها مختلف رسم میشه. موجه هایی که توسط لید مختلف رسم میشه، این را میگن پترن آف د لید. این را چی میگن؟ نقاشی لید، پترن لید. یعنی از هر لید پترنش چی میکنه؟ فرق میکنه، که ما براتون خود گفتم بخیر چند لحظه بعد که چی فرق میکنه. خب حال این قلب را به صورت عموم ما در دو پلان میبینیم. یک در فرانتال پلان. در کدام پلان؟ در فرانتال پلان. فرانتال پلان به چی مانا؟ یعنی ما هنگامی که تو مرا به دو حصه تقسیم کنی، به حصه قدامی و خلفی، در بین نیم کنی به این شکل، به قدامی و خلفی، این رو میگن فرانتال پلان. و در یک پلان دیگه به نام هوریزونتال پلان، هوریزونتال پلان یا ترانسورس پلان به چی مانا؟ یعنی تو مرا به این شکل در وسط نمی کنی، به قسمت سفلی و علوی. و قلب را ما در هوریزونتال پلان چطور می بینیم؟ قلب مثلا این قلب است. خوب این کدام قلب است؟ قلب را ما به این شکل ببینیم، پیش رویش ببینیم، پیش رویش بعد بریم طرف چپش، بعد تو دور بخوریم پشت سر ای رو ببینیم، ای رو میگن هوریزونتال پلان. در هوریزونتال پلان ما قلب را می بینیم. اما در فرانتال پلان ما قلب را چطور می بینیم؟ این قدام قلب است. فقط میبینیم از راست به چپ، از چپ به راست، از علوی به سفلی، از سفلی به علوی. اینو میگن فرانتال پلان. لیدهایی که قلب را در فرانتال پلان میبینن 6 لید است. چند لید است؟ 6 لید. بایپولر لید است. چی است؟ بایپولر لید. یعنی الکترودهای دارای دو قطب است، قطب مثبت و قطب منفی، دارای بایپولر لید است. و چون این لیدها در دست و در پا بند میشه، در دست ها و پاها، یعنی در لیم بند میشه، در نهایات بند میشه، پس این را به این خاطر میگن به نام بایپولر، بایپولر لیم لید، بایپولر لیم لید. سه لید دیگه داریم که دارای یک قطب است. الکترودهای این قطب منفی چی شده؟ خنسا شده، که باز میگن که چطور از بین برده شده یا خنسا شده. این لید مثبت این چی است؟ میبینه، این را میگن یونی پولر، یعنی دارای یک قطب است، یونی پولر. این هم در نهایت بند میشه، لیمب لید. این در چی است؟ در این هم در نهایت بند میشه. خب 6 لید دیگه داریم که اینها قلب را به شکل در از قدام به چپ، از چپ به خلف میبینن، در هوریزونتال پلان میبینن، که اینها را به نام چست لید یاد میکنن. به نام چی؟ چست لید. اینها را به نام چست لید یاد. و چست لید، اینها چست لید هم یونیپولر لید است. چی است؟
یونیپولر لیدرسن، یعنی دارای یک قطب است. پس در مجموع چند دانه یونیپولر لید داریم؟ نو دانه یونیپولر لید داریم که از نو دانه یونیپولر لید 6 تا چست لید است و 3 تا چی است؟ لم لید است. 3 تا یونیپولر لم لید است. خب چست لید از وی 1 شروع تا با وی 6، وی 1، وی 2، وی 3، وی 4، وی 5، وی 6 نامه ای را در درس شما یاد نگیرین، در درس گذشته باز بخیر شما یاد خواهد گرفتین. و یونیپولر لم لید که است اینها AVR است، augmented voltage right، یعنی دست راست، در دست راست بند میشه. AVL است، augmented voltage left، یعنی از دست چپ یه ولتاژ را میبینه. و AVF که augmented voltage foot است، پای چپ میبینه. خب نامایی را شما یاد نکنه، فقط ما امروز سر این سه دانه بایپولر لیم لید گپ میزیم که سه دانه بایپولر لیم لید، لید یک است، لید دو است، لید سه است. پس درس امروز ما است بایپولر لیم لید یک دو سه. هر لید را که شما باید این دوازده لید را، هر لید را باید شما چی ای را یاد باشین میپهمین؟ یک باید ای را بپهمین که اینها در کدام پلان قلب رو میبینن؟ آیا در فرانتال پلان مطالعه میکنن قلب رو یا در هوریزنتال پلان؟ یک این 12 لید رو باید تمام شو شما بفهمین. بعد سرکت لید ها رو بفهمین که سرکت چی است، از هر لید چی است. از همه مهم اکسس لید ها رو باید شما بفهمین، اکسس چی است و هر لید کدام اکسس داره. پترن یا پترن اینمی لید ها رو باید شما بفهمین که مثلا لید یک کدام نوا موج رسم میکنه به شکل نرمال و ای وی اف کدام نوا موج رسم میکنه، ای وی آر کدام نوا موج رسم میکنه. این پترن اینها را باید بفهمید. و در درس امروز از لید یک، لید دو و لید سه را انتوین لا و ترای انگل ای را بفهمید. خب بیاین خیلی از اساس شروع میکنم. اول همین سرکت و اکسس را براتون چی میکنم تشریح میکنم چون ای آسان است. ببینید ای گلوانومتر است، اینجا مثلا ما قلب را گذاشتم. قلب یعنی تمام بدن، درست است. ای لید منفی است، ای لید مثبت است، ای لید منفی، ای لید مثبت. خب شما فکر کنین، شما ای لید مثبت را من اینجا نمیگذارم، خب ای لید مثبت ما شما فکر کنین ای لید منفی شد، این مثبت. مثبت ای را ما در دست چپ خود مانده و منفی را در دست راست خود، اینجا در پای من مانده مثل ایواره. خب شما حال فکر کنین که یکی چرا من مانده، من براتون میگم. شما فقط فکر کنین که لید منفی در دست راست و لید مثبت در دست چپ است. خب و ویکتور را که شما میبینید، ویکتور ای ویکتور ما یک ویکتور را بعدی میگیرم. خب ببینید این ونتریکل هاست، در ونتریکل ها بزرگترین قسمت ونتریکل ها که دیپل راز میشه اپکس است و بزرگترین موجی که بزرگترین وکتوری که توسط دیپل رازشن خود ونتریکل ها باوجود میه ای چی است؟ این موجی آر است. خب ما همی کیو آر اس از تمام یک دانه وکتور میگیرم، بزرگ وکتور میگیرم به این شکل، یک وکتور میگیرم این شکل که ما به نام چی یاد میگیرم؟ من QRS وکتور. این را ما به نام من QRS وکتور و ما سر همین یک وکتور در اول گپ میزنم و بعد در آخر باز تمامش را جمع میکنم. خب حال ما دیگه همین یک وکتور را میگیرم، من QRS وکتور. خب شما فکر کنید که من QRS وکتور به این شکل در حرکت است. خب این به این شکل در حرکت است، به شکل نرمال است، مثلا به این شکل در حرکت است. خب جهت وکتور به کدام طرف است؟ به سمت مثبت و از منفی به طرف مثبت، یعنی موجه باید مثبت باشه. یک گپ. خب سرکت چی است؟ ببینید هنگامی که این سطح بدن است، نه یعنی این سطح بدن است، این سطح بدن است، هنگامی که ما لید مثبت را برای یک قسمت سطح بدن بانیم، لید منفی را بالای قسمت دیگه از بدن بانیم، وایر ای جمع اینمی ماشین ای سی جی یا اینمی گلوانومتر تمام ای یک سرکت بستر ایجاد میکنه. چی را؟
یک سرکت را ایجاد میکنه، یک محدوده را ایجاد میکنه که را به نام چی؟ یک دوران را ایجاد میکنه، این را به نام سرکت یاد میکنه، یعنی این سرکت لیدر است. اگر ما بگویم که کدام لیدر است، ما مثلا میگیم که این سرکت لیدر یک است، لیدر یک سرکتش به چی مانو؟ یعنی خود الکترود منفی در دست راست است، الکترود مثبتی در دست چپ است. پس ما میگیم که این سرکت لیدی یک است. خب ما براتون میگم که چرا لیدی یک است، با چرا ایتو ماندمش. فقط ما اینجا یک هدفم یک چیز دیگه است. خب این وکتور به ایش سم در حرکت است. حال شما ببینین، ما یک خط فرضی بین این دو دانه الکترود رسم میکنم. این اینجا این قلب را ما دور میکنم. خب این ای هم بدن است، این هم سطح بدن است. اینجا ما یک خط فرضی را، خط فرضی البته از قسمت منفی به طرف مثبت ما رسم میکنم. خب به این شکل این خط را شما میبینید بین دو دانه الکترود، از یک لید بین دو دانه الکترودش بین منفی و مثبت این محور این لید را بر ما نشان میده. چرا محور لید؟ این را میگن الکتریکال اکسس آف دی لید. ایره چی میگن؟ electrical access of the lead. ایره میگن access lead. access lead چی است؟ یه خطی است از که از طرف منفی از الکترود منفی و طرف الکترود مثبت در حرکتی. چرا بر ما نشان میده؟ ای بر ما ایره نشان میده که اینمی الکترود مثبت و منفی از کدام جهت همی وکتور ما رو میبینی؟ وکتور ای وکتور برقی است. خو ای electrical وکتور است. اینمی وکتور برقی ما رو مطالعه میکنه. چون هر قدر که ای اکسس الکترود ها اکسس لید مطابقت داشته باشه با ای وکتور، یعنی با ای وکتور هر چقدر که با ای مطابقت داشته باشه به همو اندازه خوب موج رسم میکنه. به همو اندازه چی میکنه؟ خوب موج رسم میکنه. میگن وکتور انالایزس یا تحلیل وکتوری که ما براتون در آخر خود گفتم. خب مثلا ببینین ای وکتور است. وکتور از کجا در حرکت است؟ از این نقطه، از یک به طرف دو. ما از این وکتور را هم خطش رسم میکنم به این شکل. باش که به رنگ دیگه براتون رسم کنم. از این وکتور را هم ما به این شکل خطش رسم میکنم. این محور بین نقطه یک و نقطه دو، این محور چی است؟ محور اینمی وکتور است. این را میگن electrical axis of vector. الکتریکال اکسس وکتور رو با الکتریکال اکسس لید غلط نمیکنین. دوی این مهم است. چرا؟ چون اکسس وکتور بر ما نشان میده که وکتور محورش کدام سمت است. ایتو و خود اینمی لید اکسس لید بر ما نشان میده که اینمی محور لید با کدام سمت است. ایتو راست با کدام سمت است. هر چقدر که اکسس وکتور مطابقت داشته باشه با اکسس اینمی لید به همو اندازه همو لید خوب موجر رسم میکنه. بیاین ببینین. اینا دیگه سر این رسم میاییم. یک عالم میاییم اینا رو شما فهمیدنی سرکت اکسس رو پترن. پترن هر گاهی مثلا اینمی این لید یک است. نی لید یک هر رنگ موجی را که رسم کرد این موجه را میگن، این موجه ها را میگن پترن لید یک. خب حال میاییم سر این نقشه ما. یک عالمی میاد به نام انتوین. این انتوین که سر این کار خود جایزه نوبل را هم از خودش میکنه، این انتوین سه دانه لید را کشف میکنه. چند دانه لید را؟ سه دانه لید را. لید یک، لید دو، لید سه. این انتوین میگه که من سه دانه لید را باید چی رقم در بدن جا به جا کنم. خب این تجربه ها را انجام میده، بالاخره به نتیجه میرسه. این تو میگه که نمیگه من کیارس کامپلکس نمیبینی؟ این من کیارس کامپلکس را، من کیارس وکتور را، این من کیارس وکتور ما بسن از بالا به چپ در اکثریت مردم در حرکت است، از دست چپ به دست راست یعنی از بالا به پایین در حرکت است. این میگه لیدهای ما باید طور جا به جا شوه که همین کیارس کامپلکس را میبینین، این کیارس کامپلکس را به خصوص این همین موجه آر که از باعث چی؟ از باعث این من ونتریکل وکتور با وجود میاد. این میگه کی باید چی باشه؟ مثبت باشه. یعنی کیارس کامپلکس ما باید چی باشه؟ موجه آر ما در هر سه لید باید چی شوه؟ مثبت رسم شوه. خب بخاطر این چی میکنه؟ این تو میکنه، این باید تو کار کنه که دست راست ما میبینی تمام لیدهای منفی باید چی باشه. چرا؟ چون
خود وکتور یا اینم جریان برقی قلب از سمت راست به سمت چپ در حرکت است و از علوی به سفلی در حرکت است. پس این قسمت باید چی باشه؟ این قسمت باید تمام لیدهای منفی باشه. کی میگه که باید موجه ما، موجه آر ما یا موجه کیارس کامپلکس ما باید چی باشه؟ مثبت باشه. خب به خاطر این باید تمام لیدهای منفی رو در اینجا جا به جا کنه. بعد تمام لیدهای مثبت باید در کجا باشه؟ در قسمت پای ای باشه. در کدام پای؟ پای چپ شخص باشه، چون به همون طرف وکتور در حرکت است. ولی اگر کدام الکترود اضافه میشه، او باید اینجا نباشه مثبت، او باید در این دست باشه. چرا در این دست باشه؟ به خاطر ای که همین سمت وکتور نسبتاً دست راست است. پس از این خاطر حال بی بی چی میکنه؟ این یک دانه لید را میگیره، اینی گلوانومترش است، اینی یک وایرس، اینی دیگه وایرس. منفی ای را در دست راست میمانه، این سمت دست راست ماست، خب این سمت چی است؟ دست چپ ماست. منفی ای را در اینجا قسمت رایت است، خب غلط نکنید، ای را در دست راست میمانه لید منفی ای را. بعد از این گلوانومتر لید مثبت شد در دست و ای را نامگذاری میکنه لید یک. ای را میگن کدام لید؟ ای را میگن لید یک. بعد لید دیگه خود را میگیره، منفی شه در دست راست میمونه و مثبت شه در پای چپ میمونه. در کجا؟ در پای چپ. اینه میگه لید دو. بعدن یک دونه مثبت داریم، یک منفی داریم، نه یک الکترود مثبت، یک الکترود منفی و یک لید مو باقی مونده. بعد مثبت شه باید در پای بانانه، مثبت شه در پای چپ میمونه و منفی شه در دست چپ میمونه. و اینه نامگذاری میکنه چی؟ لید شماره سه. پس این سه دانه لید، لید شماره یک، لید شماره دو، لید شماره سه، توسط یکی کشف شد؟ توسط یک عالم به نام انتوفین. ببینین شما این لید هنگامی که تو جا به جا شوه، خب این در اطراف قلب، البته در اینجا ما این را بزرگ گرفتیم، خب اصلا در این قسمت در اطراف قلب به این شکل، به این شکل در اطراف قلب یک مثلث را می سازه، یک مثلث مساویل از لا را می سازه. ببینید من اینجا کلان گرفتم، اینه یک چی را می سازه؟ یک مثلث را می سازه، سه دانه لید. و این مثلث را میگن انتوفین تراینگل، مثلث انتوفین تراینگل. خب انتوفین چی میگه؟ خب انتوفین یک قانون داره. انتوفین میگه که هر لید، میبینی هر لید مثبت چی را برای ما، هر لید داره یک دو قطب می باشه، قطب منفی قطب مثبت، و این مثبت و منفی ای ار دو لید، اینها بر ما چی نشان میده؟ تفاوت پتانسیل را، یعنی با ولت مت، با میلی ولت نشان میده. تفاوت پتانسیل را با چی نشان میده؟ با میلی ولت نشان میده. این توین میگه که هرگاه شما لید ها را درست بند کنین، یعنی لیدت غلط نباشه، اگر مرض هر رقم باشه ولی لید تو درست باشه، تو لید رو درست بند کنی، همیشه انگامی که تو قوه لید یک و لید سه را جمع کنی، این مساوی خواهد بود به چی؟ به قوه لید دو جمع لید سه. یعنی اگر تو پتانسیل لید یک را با پتانسیلی که توسط لید سه ریکارد میشه جمع کنی، این مساوی به پتانسیل لید دوب. اگر این تاور نبود تو لید تا غلط بند کردی، لید تا چی کو اصلاح کو. مشکل در لید تا، مشکل در مرض نیست. بیاین که ثابت کنیم که چطور این کار امکان داره. خوب در کتاب شما این قسمت دست راست را تقریبا اینجا اندازه که پتانسیل را که اینو اندازه کردن حدود 0.2 میلی ولت اجرا گرفته دست راست را. یعنی اگر اینها در قسمت دست راست پتانسیل را که اندازه کردن، این 0.2 میلی ولت است. در اینجا در دست چپ ای را گرفتن مثبت 0.3 میلی ولت پتانسیل توسط ای لید چی میشه؟ گرفته میشه. خوب در قسمت پای، چون اینجا
مین کیوریس وکتور بسیار با سرعت در حرکت است. اینجا را چی گرفتن؟ صفر مثبت 1 میلی ولت، مثبت 1.0 میلی ولت. خب حال چی میکنیم؟ خب بیاییم که امی این توین تراینگل را ثابت کنیم که آیا درست است یا غلط است. بین اول تفاوت اینجا لید چی است؟ لید دو است. تفاوت پتانسیالی که توسط لید دو بین دو قسمت اندازه گیری میشه ایره ببینیم. ببینین از منفی 0.2 میلی ولت اینا را جمع نمیکنی، دو قسمت تفاوت را جمع نمیکنیم. خب فقط تفاوت را میگیم که چقدر است و بعد باز نتیجهش را جمع میکنیم. من براتون میگم منفی 0.2 میلی ولتی مثبت 1 میلی ولت است. هر مربع کوچک چقدر است؟ 0.1 میلی ولت است. نه ببینید من اینجا یک خط براتون اول رسم کنم که تفاوت را شما صحیح بفهمید. این 0 است، خب این مثلا 0 است، این منفی 0.1 است. من 0 شدیگه نمی کنم نشته منفی 2، اینجا مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5، مثبت 6، مثبت 7، مثبت 8، مثبت 9، مثبت 10. صفرا هم داره، خب صفراش من نشته نکردیم. حال ببینید شما از منفی 0.2 از اینجا شروع میکنیم. منفی 0.2 1، بعد 0.1 میاد 2، بعد این اینجا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تفاوت پتانسیالی که توسط لید 2 ثبت میشه از قسمت راست دست راست تا به قسمت پای چپ این چقدر است؟ 1.2 میلی ولت است. یعنی 12 دانه 0.1 میلی ولت را که جمع کنین چند میشه؟ 1.2 میلی ولت. هر 0.1 میلی ولت یک مربع کوچک است. ببینین ما 12 مربع کوچک را باید حال بگیریم. اینجا سوزن است، سوزن تیر میشه، کاغذ است، زیر سوزن تیر میشه و سوزن به طرف مثبت حرکت میکنه چون خود این وکتور ما ای است. خود سر این وکتور گپ میزنیم، یعنی من ونتریکولار وکتور است یا من کیورس وکتور. حال ببینید شما ایره خوب را بانین. اینجا ببینین این سوزن با کجا حرکت میکنه؟ به طرف مثبت. 12 دانه کیورس را اوی 12 دانه مربع کوچک را ما میگیریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خب کیورس را رسم میکنیم. اینا سیس مشکل با رنگی سیاه نشان بکنم سی معلوم نمیشه. اینا ای چی شد؟ ای موج آره که توسط چی ثبت میشه؟ توسط لید دو ثبت میشه. بین با لید سه بیم. لید سه از مثبت 3 تا به مثبت 1 میلی ولت تفاوت پتانسیال چی است؟ ببینیم از مثبت 3 شروع میکنیم. 3 از اینجا 1، از 3 تا به 4 1 میشه. 1 2 3 4 5 6 7. از اینجا تفاوت پتانسیال ما چند است؟ 0.7 میلی ولت، یعنی 7 مربع کوچک. 7 مربع کوچک را میگیریم. 1 2 3 4 5 6 7. خب اپ مربع کوچک اینه این شکل. این چی شد؟ این موج آره که توسط لید شماره 3 ثبت میشه. من با لید شماره 1 تفاوت بین دست راست و دست چپ که توسط لید 1 اندازه گیری می، تفاوت پتانسیل که توسط لید 1 اندازه گیری میشه چقدر است؟ از منفی 0.2 شروع تا با مثبت بینه. از منفی 2 شروع میکنیم. از منفی 2 تا 0.1 1 واحد، از 0.1 تا 0.2 واحد، بعد این 3، بعد این 4، بعد 5 واحد. تفاوت پتانسیل که توسط لید 1 میشه چند است؟
5 مربع کوچک یا 0.5 میلی ولت. خب حساب میکنیم اینه 1, 2, 3, 4, 5. خب 5 مربع کوچک. به این حال جمع کنیم و ببینیم آیا این قانون درست است یا غلط. خب لید یک ما چند است؟ 5 میلی ولت، 0.5 میلی ولت. درست است. صفرش ما دور میکنیم. خب صفرش نگرد، باز آخر دش میندازیم. خب تفاوت که پتانسیلی که توسط لید سی گرفته شد چند است؟ 7 میلی ولت یا 0.7 میلی ولت. با صفرش نشته کنید گنگس نشوید. 0.7 میلی ولت. خب این حال که جمع کنید 7 و 5 چی میشه؟ 12، یعنی 1.2 میلی ولت. خب لید دوی ما چند بود؟ تفاوت پتانسیل که توسط لید دو بود 12 مربع کوچک، 1.2 میلی ولت. پس لید دو یعنی 1.2 میلی ولت مساوی است با جمع 1 و 3. اگر تو ایره تغییر هم بدی، این اکسس لید ها رو تغییر هم بدی، بازم کدام تغییری در این قانون نمیاره. ما یک گپ را خیلی مهم است، ایره باید یاد داشته باشین. ببینید هنگامی که مثبت اینمی این محور دو دانه لید است، نه محور بین این محور لید یک از منفی از قسمت الکترون منفی تا به قسمت الکترون مثبت است، این محور لید یک است. هرگاه وکتور مطابق با محور در حرکت باشه، وکتور یا اینمی محور وکتور مطابق با محور لید در حرکت باشه، هر چقدر که دو محور با هم موازی باشه با همو اندازه، همو لید خوب موجر رسم میکنه. یک سر وکتوری قسمت رو شما ببینی، نوک وکتور ای اگر به طرف مثبت در حرکت بود موجه مثبت، اگر به طرف منفی در حرکت بود موجه منفی. اما اگر اتو در حرکت بود چی میکنی؟ اینی وکتور است، این محور است، نه محور رو دیدین؟ یعنی محور اینی نه، اینی محور چی است؟ محور اینمی لید یک است. هرگاه وکتور به این شکل در حرکت بود، به این شکل مستقیم عمود به محور، عمود به محور لید در حرکت بود، ای کدام نوع موجر رسم؟ ای چی رقم موجر رسم میکنه؟ خب ای تو موجر رسم میکنه، اینی محور لید است، نه این محور لید را ما در دو مرحله اگر بگیریم، این مثبت این منفی، اول طرف مثبت، اینی مثبت چشمی است، نه مثبت چشمی خود نمی وکتور، خود چشمی لید است. هنگامی که وکتور به طرف لید در حرکت، به طرف محور لید در حرکت باشه، یک موجه چی می رسم میکنه؟ یک موجه مثبت رسم میکنه. اما هنگامی که دوباره از این محور از محور لید دور شوه، وکتور ما دور شوه، این پس موجه منفی رسم میکنه. پس این میگن بای فیزیک ویو که بعدا باز در دیگه درس ها خواهد گفتیم. یعنی این شما یاد داشته باشین که هرگاه وکتور عمود باشه، عمود با محور چی باشه؟ با محور لید باشه، موجه چی رسم میشه؟ بای فیزیک. و موجه که بای فیزیک رسم شد، اگر این دو موجه را تعداد اینمی پتانسیل ای را از این موجه را با این موجه ما جمع کنیم، در نهایت مساوی میشه، صفر میشه. چرا صفر میشه؟ چون مثلا اگه 4 میلی ولت موجه را 0.4 میلی ولت رسم کرد، ای هم 0.4، 0.4 با 0.4 چی میشه؟ خلاص میشه، یعنی منفی 0.4 است، مثبت 0.4. پس اینا را اگر جمع کنیم نتیجه صفر میشه. ما با این خاطر گفتم که اینجا حال ما اینمی خود در یک اکسس ما را دیدیم، در یک وکتور ما را دیدیم. خب در این لید ها اکسس در کجاست؟ اکسس لید یک و لید دو در اینجاست، یعنی به این شکل است، این اکسس لید یک و لید دو است، این اکسس لید دو است، این اکسس لید یک است، و این اکسس چی است؟ محور لید سه است. وکتور ما در این رسم، این وکتور با کدام یک از این اکسس ها خوب مطابقت داره؟ ببینید تو رسم میکنی،
اتو یک نقطه ها را ایره میگن وکتور انالایزیس، تحلیل وکتوری. ایره تو رسم میکنی، ایره به این شکل رسم میکنی، ایره به این شکل رسم میکنی، کدام یکی خوب مطابقت داره؟ این وکتور خوب موازی است، این محور با این وکتور خوب موازی. وقتی که این خوب موازی است، پس بهترین موجی که رسم میشه توسط لید دو است. پس از این خاطر من در درسای گذشته گفته بودم که این نوع موجی ای سی جی را که شما میبینین، این نوع موجی ای سی جی را شما میتونین بهترین شکلش در لید شما را دو ببینین، چون وکتور به این شکل در حرکت است، پس شما لید شما را دو خیلی خوب مطابقت داره با این وکتور یا هم با اکسس این وکتور. بیاین که اینمی وکتور انالایزر را در اینجا انجام بدین تا برتان پخته شد و دیگه کدام چیزی باقی. هم امیره میگن که هنگامی که پتانسیل لیدیاک و جمع سی لیدیاک و لید سی با هم یک جاش و مساوی است با پتانسیل لید دو. بیاین اینجا از خیلی اساس شروع میکنیم. این وکتور است، ما وکتور را با هر لید یک چی میکنم؟ یک مطابقت. البته اینها چی شده؟ سرچپه است، لیدهای یک در یک قسمت است تمامش، مثلث ها از من سرچپه رسم شده و باقی لیدها را به این شکل شما میبینید. اینه ای لید یک است. باش اینها را من پاک میکنم چون اینها سرچپه است و من دوباره مثلث های دیگر رسم. خب اینه من مثلث سرچپه رسم شده و پس راسته کردم تا کانفیوز نشوین. لید یک را اول جای به جا میکنیم، اینی منفی ای مثبت در دست راست، این طرف راست، این طرف لفت است، ببخشید این طرف لفت است و این طرف رایت است. خب منفی مثبت چی شد؟ لید یک. منفی مثبت چی شد؟ لید دو. مثبت منفی چی شد؟ لید سه. خب محور این لید ها را هم رسم میکنیم. این محور لید سه، حال دیگه محور را شما خوب خیلی خوب میفهمین. خب این محور لید دو، این محور لید یک. خب بیاین اول امی وکتور من QRS وکتور، این امی وکتور را که شما میبینید یا من ورنچکولار دیپولاریزیشن وکتور، این را ما اول با لید دو چی میکنم؟ در مطابقت لید دو رسم میکنم، یعنی که موازی با لید دو باشه به این شکل، یعنی به این شکل در حرکت باشه. حال ببینیم وکتوریال انالایز میکنیم، تحلیل وکتوری میکنیم، خطوط رسم میکنیم که کدام وکتور بزرگترین خط عمودی رسم میشه. خب به این شکل عمود دو دانه خط رسم میکنیم، از اینجا هم عمود رسم میکنیم، از اینجا هم عمود رسم میکنیم. شما ببینین با کدام لیدینمی ای وکتور را دلتان که وکتور میگیرین، دلتان که محور وکتور میگیرین. خب هر رنگی که شما میگین، خب وکتور میگین که آسان براتون بیا. اینمی وکتور را که شما میبینین ای با کدام لید خیلی خوب موازی است؟ با لید شماره دو زیاد موازی است نسبت به لید یک و لید سه. پس لید شماره دو چطور موجه رسم میکنه؟ وکتور به طرف مثبت است، موجه مثبت رسم میکنه به این شکل. با این لید یک نسبتاً چی است؟ کم موازی است. این به این شکل یک موجه نسبتاً کوچک رسم میکنه و لید سه نسبت به لید دو کمی کمتر موازی است، ولی خود محور لید سه نسبت به لید یک زیادتر موازی است با این وکتور. این نسبت از لید یک کمی بزرگتر است. اگر اینها را ما جمع کنیم، لید سه جمع پتانسیل لید سه جمع پتانسیل لید یک مساوی است با پتانسیل لید دو. 100% چی است؟ مساوی است. چون اونجا خوب این بار یک کار دیگه میکنیم، نه یک مریض دیگر را میگیریم. در این چی کار است؟ مثلا مریض است، ای منفی مثبتی چی شد؟ لید یک. منفی مثبتی چی شد؟ لید دو. مثبت منفی چی شد؟ لید سه. محور ای لیدها، این ای محور لید یک، محور لید دو، ای محور لید سه. صحیح شد؟
حالی تو کار میکنیم اینجا وکتور اکثریت وکتور موازی با چی بود؟ با لید دو، یعنی با محور لید دو. اینجا وکتور رای تو میکنیم که موازی باشه با محور لید یک، یعنی به این شکل وکتور را رسم میکنیم، به این شکل رسم میکنیم. حال بین وکتوریال انالایز کنیم، اینا خط عمود رسم میکنیم، از اینجا هم خط عمود رسم میکنیم، از اینجا هم خط عمود رسم. بزرگترین موج توسط کدام لید رسم میشه؟ توسط لید شماره یک. بزرگترین موج مثبت یا منفی؟ مثبت. چرا؟ چون وکتور به طرف مثبت در حرکت است. خب لید شماره سه را ببینیم، وکتور به طرف منفی در حرکت است یا مثبت؟ به طرف منفی در حرکت است. خب هنگام که به طرف منفی در حرکت باشه، پس ای موجه چی؟ موجه منفی رسم میشه به این شکل. خب ای هم لید یک است که لید دو است، که لید دو یک موجه کوچک رسم، ولی مثبت چون به این سمت است در حرکت است، ای چی است؟ لید مثبت. اول تو اگر ای لید را شماره سی را ای را با شماره یک، پتانسیل لید شماره سی را با پتانسیل لید یک جمع کنی، نتیجه میشه مساوی با لید دو. مثلا این منفی است، این مثبت است، این را که تو از این کم کنی مساوی با این میشه. این بار یک کار دیگه میکنیم، با این لید هم موازی کردیم، با لید دو هم. این بار وکتور خود را موازی با لید سه رسم میکنیم، این منفی مثبت لید یک، منفی مثبت لید دو، مثبت منفی لید سه. اینا وکتور ما این بار موازی با کوچی است، موازی با مشکی عمود رسم نشده، موازی با لید یک است. موازی کمه که طرف بینیم، اینا موازی با لید سه است. خب وکتوریال انالایز میکنیم، خب ببینید شما بزرگترین موج توسط کدام لید رسم میشه؟ توسط لید سی رسم میشه. خب ای لید اینجا ببینید بزرگترین بعد لید سی، ای موج قسمت بزرگ است، نه محور لید یک وکتور را خوب گرفته بعد شماره سی، مگرم قسمت وکتور به طرف منفی است، پس ای چی یک موج منفی رسم میکنه. و ای لید دور شما ببینید اینجا به طرف حرکت وکتور به طرف مثبت است، و مگرم خیلی کوچک، اینا یک کوچک مثبت رسم موج مثبت. حالا اگر تو ای دور با هم جمع کنی یک و سه را، ای از این منفی میشن، ای منفی است، پس ای مساوی با ای است که مساوی با لید دو. سیاس انتوین لا یا انتوین تراینگل میگه که اکسس وکتور هر طرفی که تغییر کنه، اگر این طرف بود، اگر این طرف بود، اگر این سمت هر سمتی که بود، مگر اگر تو لید را درست بند کرده باشی، قانون ما تغییر نمیخوره. قانون ما یک دانه براتون دیگه هم رسم میکنم که در این ما یک شکل دیگر براتون رسم میکنم. در اینجا فکر کنین اینا ای وکتور با یک کنج در حرکت است، با کجا؟ با یک کنج. این مثلث از ما همیشه سرچپه رسم میشه. شما فکر کنین با یک کنج در حرکت است، اینه با یک کنج ما ایره حرکت میدیم. هنگامی که با یک کنج در حرکت باشی چی است؟ لید یک. چی است؟ لید دو. ای هم لید سه. خب اینجا را خوب متوجه باشین، خب اینجا قانون دیگه میه. وکتوریال انالایز میکنیم، اینا 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 اینا. شما ببینین از لید یک، از لید یک این وکتور با کدام طرف در حرکت است؟ به طرف مثبت لید یک. پس موجه چی رسم میشه؟ خوب فکرتون اینجا بگیرین، موجه مثبت رسم میشه.
اما ای لیدی سی که از لیدی سی هم به همی اندازه بندازی که محور لیدی یک موازی است با ای وکتور، به همو اندازه محور لیدی سی هم موازی است با وکتور، اما یک فرق داره. در اینجا در لیدی سی وکتور به طرف منفی، الکترون منفی لیدی سی در حرکت است. پس موجه چی میشه؟ موجه منفی رسم میشه، موجه منفی رسم میشه. حال ببینی منفی را از این منفی کو مساوی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه صفر میشه، صفر یک را. اما لید دوی ما چطور است؟ ما براتون گفته بودم که قانون از هر گا وکتور عمود رسم شو با کجا؟ با محور لی. پس نتیجه بای فیزیک ویو از اینا و موج رسم میکنه، بای فیزیک ویو را رسم میکنه. چی رسم میکنه؟ بای فیزیک ویو. انگامی که بای فیزیک ویو را جمع کرد، یکیش منفی یکیش مثبت، اونها را با هم منفی جمع و تفریق کو ولتاژ شم مساوی با صفر میشه. پس این لید دو انگامی که رسم میکنه به این شکل، اول مثبت رسم میکنه بعد اینا منفی رسم میکنه. خب اگر این دو را از هم منفی کنی این خودش صفر میشه. پس ببینیم اونجا نتیجه لید یک را با لید سی اگر تو جمع کنی مساوی با صفر میشه. پس قانون انتوین لا هیچ تغییری در انتوین لا ایجاد نمیشه. خب حال دیگه یک گپک خیلی کوچک که اکثریت محصلین دی کانفیوز میباشن ولی خیلی آسان است. ببینین خب این محورهای لید ها رو میبینین، این محورهای لید ها اگر تو یک شخص بگه، یک شخص که همین محور لید دو از کدام زاویه همین وکتور رو مطالعه میکنه، تو برش چی میگی؟ که از کجا، از دست چپ یا از دست راست؟ تو برش باید به یک درجه بگی که از این درجه این وکتور یا این قلب را چی میکنه؟ میبینه، از این درجه طرف قلب میبینه. حال ببینید درجه چطور معلوم میشه. اینها رو از یک دیگه کراس میکنیم بالا، یک دیگه اینا یک دیگه را قطع کنن، این تو قرار میتیم اینا را، این محور لیدها را. خب اکسس یا محور لیدها این را پیش میکنیم. هنگامی که این محور را چی کنیم؟ اینا در قلب بیاریم، در بالای قلب میاریم، سیز مستقیم این در مرکز قلب است. اول این محور را چی میکنیم؟ پیش میکنیم. اینا ای محور لیدی دو را پیش کردیم، این محور لیدی دوشت، این محور هم از بالا کش میکنیم در پایین، این محور چی شد؟ لیدی یک شد. این را هم به این شکل میاریم در مرکز، این محور لیدی سه شد. البته این باید سبز باشه. خب این باید سبز باشه چرا که محور لیدی یک است که باز رنگش از شما غلط نشه. و این سبزی که میبینید این محور لید دو است، لید دو با سرخ رنگ بودنی، محور لید دو است که باش غلط نکنین. خب این است، ببینید یکی دیگر را کراس کردن. آره اینا ما در یک دایره قرار میتیم و میبینیم که اینها از کدام درجه میبینن. یادتان باشه که چشم اینمی لیدها لید مثبت است، الکترود مثبت، الکترود مثبت بر ما میگه که ما از کدام زاویه میبینم، خلی الکترود منفی نمیگه. بیاین که اول این دایره است، دایره را یک نامگذاری کنیم. این از اینجا این صفر درجه، کلاک وایز دایرکشن، مطابق با عقربه ساعت مثبت است، مخالف عقربه ساعت چی است؟ منفی است. خب این تو دور میخوریم، مثبت سی، مثبت 60. این ما دور میکنم خب، مثبت 60، مثبت 90، مثبت 120 درجه، خب مثبت 150 و مثبت 180. بعد مخالف عقربه ساعت میم منفی است، می منفی 30، منفی 60، منفی 90، منفی 120، منفی 150 و منفی 180، یعنی منفی مثبت 2. حال ببینیم از لید چند است؟ از لید یک. میان اینجا میگذاریم برنگ سبز، قسمت مثبتی در کدام طرف است؟ در اون طرف است.
این جهت وکتور ما، شما غلط نکنید. خب پس برد میگه که لید یک از کدام درجه قلب را مطالعه میکنه، یا این همین وکتور ما را مطالعه میکنه، تو برش میگه از صفر درجه، از مثبت صفر درجه میایم لید دو را میگذاریم، یعنی لید دو با این شکل، یعنی اینجا میاریم لید دو، رنگ سرخ هست نه، یم لید دو، جهت وکتورش به طرف مثبت است، یعنی اینجا به طرف مثبت است. برد میگه که لید دو از کدام درجه، از کدام زاویه قلب را مطالعه میکنه، یا اینمی وکتور قلب را میبینه، تو برش میگه از مثبت 60 درجه، از چند؟ از مثبت 60 درجه. میاییم لید سیما موندنه، یعنی لید سیما ایتو با کدام شکل است؟ با ای شکل، اینا لید سی، لید دو، لید سی، اینا لید سیما ایتو راست، اینجا میمونیم با کدام رنگ است؟ این رنگ با ای شکل است، این لید سیما است، قسمت مثبتی به این سمت است. خب برد میگه که لید سی از کدام درجه قلب را مطالعه میکنه، از کدام زاویه میبینه، تو برش میگه از زاویه 120 درجه. خب دیگه زاویه ها موندنه، منفی 60، منفی 90، منفی 120، زاویه ها تمامش مونده. بعدی دیگه باز یک عالم دیگه میایه و لید های دیگه کشف میکنه که اونا را یونیپولر لیم لید میگن، و او لید های دیگر را میگذاره در قسمت هایی که خالی است، و بعدا باز میگیم که از کدام درجه او لید ها مطالعه میکنه. پس در خلاص گپ ما سری بود که بایپولر لیم لید چی است، شما شناختین لید یک، لید دو، لید سی چی است، بادی پلان ها چی است، فرانتال پلان است و هوریزنتال پلان که در فرانتال پلان ما چند دانه لید داریم؟ 3 دانه بایپولر لیم لید داریم و 3 دانه یونیپولر لیم لید، مجموع 6 دانه لیم لید است که اینها قلب را در فرانتال پلان میبینه، از بالا و از علوی به سفلی، از راست به چپ، از چپ به راست، از سفلی به علوی میبینه، و 6 دانه هوریزنت در هوریزنتال پلان 6 دانه لید داریم به نام چست لید که اینها قلب را به این شکل میبینه، از کدام به طرف خلف میبینه. خب سرکت را هم شما فهمین که سرکت چیز، هنگامی که دو قسمت لید را، یعنی هر دو الکترود را برای سطح بدن ما بانیم، الکترود ها جمع وایر، جمع ماشین ECG امرا با سطح بدن، تمامی یک سرکت بستر، یک دوران را میسازه، اکسس چیز یا محور چیز، همان خط فرضی که از طرف الکترود منفی به طرف الکترود مثبت در حرکت است، و اکسس وکتور چیز همو خط فرضی که حرکت وکتور را بر ما نشان میده، و همچنان بر ما اینمی اندازه و تمام چیزهایی که وکتور به اون سمت در حرکت بر ما نشان میده، یعنی محور وکتور را بر ما میگه. پترن چیز این نقشه هایی که توسط لید ها رسم میشه، ای مثلا توسط لید یک، لید دو مختلف رسم میشه، توسط لید سه یک نقشه مختلف رسم میشه، اینا رو میگه پترن لید. و انتوین تراینگل و انتوین لاره هم شما فهمیدید. خوب در آخر ما یک دانه نمی موجه های نمی لید یک، لید دو و لید سه به شکل نرمال رسم میکنم. ببینین از یک دانه وکتور شما خیلی خوب میتونین معلوم کنین وکتور در تمام لید ها چی است؟ مثبت است. پس به این مانا همون لید دویی که ما خوانده بودیم در اینجا وکتور کیارزی چی بود؟ مثبت بود. پس تمام موجه هایی که توسط لید دو رسم میشه، همو شکل موجه ها توسط لید سی و لید یک هم رسم میشه، با استثناء یک فرق. کو فرقشی است که فقط در ولتاژ اینها چی میباشه؟ فرق میشه. بزرگترین ولتاژ را، بزرگترین موجه کیو آر اس کامپلکس را چی داره؟ اینمی لید دو داره، چون محور لید دو خیلی مطابقت داره با اینمی محور وکتور. پس ببین اول از لید دو رسم میکنیم، لید دو به این شکل است، اینا را شما یاد گرفتین، P خط مستقیم، Q R S بعد خط مستقیم، بعد موجه P بعد خط مستقیم، یه از چی هست؟ از لید دو.
از لید یک و لید سی همانند دی اینمی لید دوس، فقط با تفاوتی ای که مثلا اینجا ببینین اینجا وکتور انالایز اگر کنی یکقدر اندازه را میگیره و اینجا اگر وکتور انالایز کنی با ای اندازه را میگیره، نسبتا از یک دیگه کوچک هستن. فقط شما باز جمع کنی اینی را برتون میته. از لید شماره سه هم همین شکل هست، اما فقط با ای فرق که کوچک هست. چی هست؟ ای از لیدر شماره سه. از لیدر شماره یک هم همین شکل هست. ای هم موجه های لیدر یک، لیدر سه، لیدر دو که شما میتونید در کاغذ ایش سی جی اینا موجه ها را ببینید که بالا اینا باز ما در درس های بعدی به شکل مفصل انشالله بحثات کردم. خوب دیگه درس ما همینجا تمام میشه. وقتتان خوش، موفق باشید.